کار اونا کار خودشونه. کار کیا؟ کار انگلیسا. کار انگلیساست. این جمله دایی جان ناپلئون نه فقط یه جوک توی کتاب و سریال بی‌نظیر، بلکه چکیده برداشت ما ایرانی ها از امپراتوری بزرگیه که با کشتی های مدرن و نیروی دریایی قدرتمند و نماد شیر سلطنتیش تونست بخش اعظم سرمایه ملت های متعدد رو غارت کنه، اقوام متعددی رو به بردگی بگیره و امپراتوری بنا بذاره که به قول خودشون خورشید هرگز در اون غروب نمی کرد. سلام، به کانال گیتار ایران خوش اومدین. من کیان ایرجی‌ام. بریتانیا بین خیلی از ملت‌های دنیا محبوبیت نداره، مثلا مثل آمریکا که با جنگ استقلالش رو از بریتانیا گرفت، یا آرژانتین که تا همین اواخر و با جنگ فالکلند هم با تمام توان سعی کرد جلوی نفوذ بریتانیا بایسته، اما تمام ارتش‌های جهان هم نتونستن جلوی این مدل مو و صدای ساده و خودمونی که از طبقه کارگر بریتانیا برمی‌خواست مقاومت کنن. این اپیزود داستان یکی از موفق ترین کشورگشایی های امپراتوری بریتانیا است. شیر سلطنتی بریتانیا بعد از نبرد با عقاب آلمانی و خرس روس و تلاش برای نگه داشتن زمین‌های دزدی که دیگه توان مدیریتشون رو نداشت، چنان زخمی و وامونده شده بود که عملاً شده بود نوچه مستعمره سابق خودش، یعنی آمریکا، که البته هنوزم وضعش همینه. مردم در بریتانیای دهه 50 و 60 بعد از سالها سالاری دنیا در وضع اقتصادی سختی به سر می‌بردن و امیدی به آینده نبود. صنایع یکی یکی ورشکست می شدن و جوان بریتانیایی امیدی نداشت که 5 سال دیگه که درسش تموم میشه کارخونه ای تو شهرشون باقی مونده باشه که استخدامش کنه. اما درست در همین دوران آمریکا که با زمین‌های پهناور، معادن سرشار، نیروی کار زبده متعدد و جوان، صنایع بزرگی که از تنور جنگ عالمگیر پخته ولی آسیب ندیده در اومده بودن، امنیت تمام و کمال به لطف ارتش بیبدیلش و بازار سرگرمی عظیم و توانمندش در اوج قدرت خودش به سر می برد، نه تنها در دنیای کتازی می کرد، بلکه به قطب بیچون و چرای جهان غرب بدل شده بود و به کمک هالیوود کاری کرده بود که اگر می‌خواستی بروز و غربی و شیک جلوه کنی باید آمریکایی می‌شد. جوانای بریتانیا موزیک آمریکایی گوش می‌کردن، فیلم‌های آمریکایی می‌دیدن، عاشق عکس دخترها و پسرای آمریکایی تو مجله‌ها می‌شدن و شب‌ها تو خواب خودشون رو نه تو لندن نم کشیده و سرد منتظر مترویی که با یه نم بارون از کار می‌افته، بلکه تو تپه‌های آفتابگیر و سرسبز کالیفرنیا سوار یه فورد ماستنگ تصور می‌کردن. صدای الویس و بادی هالی و ری چارلز از هر خونه و میخونه‌ای به گوش می‌رسید و انگار دیگه شیر پیر سلطنتی تسلیم جبر زمان شده بود. ولی تو شمال انگلیس، تو بندر سرد و ابری لیورپول، بزرگترین بندر جهان و مرکز فرماندهی عملیات دریایی متفقین که زیر آتش لوفتوافه نازی چنان له شده بود که تا دهه‌ها بعد هنوز آوار جنگ درش باقی بود، صداهای متفاوتی داشت یواش یواش قدرت می‌گرفت. خیلی از ما ایرانی ها تصور درستی از کشتی نداریم چون دور از دریا زندگی میکنیم، اما کشتی واقعا بزرگه. وزن یک کشتی باری متوسط در حدود 165,000 تنه. برای اینکه این عدد رو بهتر بفهمیم، بزرگترین هواپیمای مسافری جهان یعنی ایرباس A380 فقط 560 تن وزن داره. یعنی یک کشتی متوسط نزدیک 300 برابر وزن بزرگترین هواپیمای مسافریه که اگه A380 رو از نزدیک دیده باشین منظورم رو متوجه میشین. خب حالا این همه عظمت و استیل گنگ و یه جایی باید بسازن دیگه، کشتی هم یه کارخونه ای داره. به هر حال لیورپول یکی از مهمترین مراکز همین صنعت یعنی کشتی سازی در بریتانیا و دنیا و ضمناً یه بندر خیلی مهم برای واردات و صادرات بریتانیا به حساب می اومد که بعد از جنگ آسیب زیادی دیده بود و باعث شده بود جمعیت زیادی از این شهر و کلن از استان مرزیساید که لیورپول مرکز اونه مهاجرت کنند. خلاصه این که وضع لیورپول خراب بود و جوون لیورپولی بیشتر با دور هم جمع شدن و مشروب خوردن و رقص و موزیک و خوشگذرونی و اینجور چیزا روزگار رو میگذروند که بگذره بره.
تو این دوران آرتیستای آمریکایی مثل الویس تو بریتانیا یکه‌تازی می‌کردن و حتی هنرمندای بریتانیایی این دوره هم کپی‌های درجه سوم هنرمندای آمریکایی بودن، مثل مت مونرو که رسماً کپی بی‌کیفیت فرانک سیناتراس و کلیف ریچارد که یک کپی بی‌کیفیت از نچسب‌ترین دوران حرفه‌ای الویس پریسلیه. جامعه بریتانیا یه جامعه به شدت طبقاتیه که طبقه اعیان یا The Establishment برای قرنها عوام رو با سنت‌های دینی و سلطنتی کنترل کردن. تو دهه 50 و 60 هنوز رسانه در قرق طبقه فرادست بود و برای همینم برنامه‌های سرگرمی جریان اصلی تماماً مطابق با این ارزش‌های خانوادگی و سلطنتی بودن. در حالی که تو خیابونا و زیرزمینای شهرهای بزرگ بریتانیا جریان کاملا فرق داشت و نسل جوونی که تحت تأثیر رسانه آمریکایی قرار گرفته بود دیگه با پدرش نمیرفت بار محله آبجو بخوره و دارت بازی کنه، بلکه با دوستای همسن و سالش جمع میشد، مشروبای سنگین تر میخورد و مواد مصرف میکرد و هیچ ارتباطی با رسانه رسمی خنک و پاستوریزه بریتانیایی برقرار نمیکرد. این دوران بریتانیا برای ما بچه‌های دهه‌های 60 و 70 بی‌نهایت آشناست. تو چنین شرایطی عده‌ای از نوجوانای مرزیساید برداشت خودشون از موسیقی آمریکایی مثل راکن رول و گروه خونی و ریتم سوینگ و سول رو با فرهنگ نوجوانای طبقه کارگر مرزیساید ترکیب کرده بودن و صدایی به دست آورده بودن که در عین شسته رفته بودن بریتانیاییش بی نهایت خشن و واقعی صدا میداد و هیچ ارتباطی با اون پاستوریزگی رسانه بریتانیایی نداشت. در اصل سبکی که خیلی از این نوجوانا رو جذب خودش کرده بود یه مدل از فولک آمریکایی به اسم سکیفل که یه ترکیبی از جاز، بلوگراس، بلوز و فولکه. اما تو مرزی ساید این سبک ها تغییر ماهیت داده بود و با صدایی جدید و خیلی وحشی و تحت تاثیر راکن رول اجرا می شد. نوجوانای مرزی ساید شدیداً جذب و درگیر این صحنه جدید موسیقی شده بودند و کلوب‌های زیرزمینی مثل The Cavern پر بود از نوجوانای مشتاق موزیک و خوشگذرونی. تو چنین فضایی تو سال 1956 یه دانش آموز 16 ساله مدرسه هنر لیورپول یه گروه اسکیفل با دوستای مدرسه‌اش را انداخت به اسم The Quarrymen. پسری که حاصل یه ازدواج ناموفق بود و با خانواده خالش زندگی میکرد که بچه ای نداشتن و تو یکی از محله های پولدارنشین لیورپول زندگی میکردن. این پسر پر از خشم و تضاد و غرور نوجوانی جان وینستن لنن بود که امروز به اسم جان لنن میشناسیمش. تو این دوره یه برنامه استعدادیابی تو بریتانیا در جریان بود که از بچه‌های مدارس امتحان می‌گرفتن و بچه‌هایی که تو درس استعداد داشتن رو به خرج دولت به مدارس بهتری می‌فرستادن. تو سال 1957 یه پسر بچه از طبقه کارگر لیورپول که به خاطر همین امتحان تونسته بود به مدرسه بهتری بره و با اکیپای بهتری بر بخوره با لنن آشنا شد و شد عضو کوریمن و خیلی زود یه دوست و همسایش که اون هم تو همین امتحان استعدادیابی قبول شده بود رو با لنن آشنا کرد تا سه نفر از اعضای اصلی یکی از مهمترین گروه‌های تاریخ موسیقی جهان تکمیل بشه، به ترتیب جان لنن، پال مکارتنی و جورج هریسون. اعضای دیگه کوریمن از گروه جدا شدن و این گروه با اعضا و حتی اسامی متنوع مثل The Rainbows، Johnny and the Moondogs، Beatles، Silver Beatles و نهایتاً The Beatles به کار خودشون ادامه دادن. اون جریان موسیقایی که از مرزیساید شروع شده بود امروز یعنی تو اوایل دهه 60 بسیار محبوب و قدرتمند شده بود و با اسم مرزی بیت شناخته می شد. یکی از دوستای نزدیک لنن به اسم بیل هری که فکر میکرد این جریان میتونه تو سطح ملی مطرح و محبوب بشه شروع کرد به نامه‌نگاری با نشریات بریتانیا مثل دیلی میل و ازشون درخواست میکرد که گزارشهاش راجع به این حرکت جدید رو چاپ کنن، اما رسانه موج اصلی همیشه بیش از حد محتاط، دهنبین و دنبال روی جریانه نه تولید کننده جریان و تمام تلاشهای بیل هری به در بسته خورد. پس خودش دست به کار شد و با حمایت مالی یکی از فروشندگان معتبر موسیقی لیورپول به اسم براین اپستین نشریه‌ای مستقل به اسم مرزی بیت تأسیس کرد که به اطلاع رسانی راجع به این جریان موسیقایی اختصاص داشت و اینطوری شد که جریان مرزی بیت با هنرمندایی مثل The Mersey Beats،
روری استورم اند هریکنز، جری اند پیس میکرز و البته بیتلز به طور کامل به راه افتاد و خیلی سریع تونست تو کل بریتانیا نقل زبون نسل نوجوان بشه. بیتلز قبل از اینکه حتی اسم بیتلز رو برای خودشون انتخاب کنن به یکی از مراکز مهم خوشگذرونی تو اروپا سر زده بودن، یعنی هامبورگ آلمان که با محله چراغ قرمز معروفش یکی از پایتخت‌های فحشا، مواد مخدر و البته موسیقی در اروپا به حساب می اومد. بیتلز تحت قرارداد یه شرکت مستقل آلمانی بودن و حتی یکی از اعضای اصلیشون یعنی استوارت استادکلیف تو آلمان موندگار شد و همونجا هم در اثر خونریزی مغزی جوان مرگ شد. حتی مدل موی معروف بیتلها هم در واقع از سمبل‌های جریان اگزی یا اگزیستانسیالیست آلمانیه که مدیر برنامه آلمانیشون بهشون غالب کرده بود. اما بعد از دردسرایی که توی هامبورگ ایجاد کردن و عملاً اخراج از آلمان که خودش میتونه سوژه چند تا ویدیو جداگانه باشه، تو لیورپول بیل هری اونا رو با حامی مالی خودش یعنی برایان اپستین آشنا کرد. اپستین برای شنیدن صدای بیتلز به کلاب معروف The Cavern رفت و تحت تأثیر انرژی بی‌نظیر و صدای خام و خشن بیتلز قرار گرفت. اما میدونست برای موفق شدن تو بریتانیای محافظه‌کار دکور کار باید عوض بشه. پس کت‌های چرمی و از تن بیتل‌ها در آورد و کت و شلوار تنشون کرد و بعد از یه سفر دیگه به هامبورگ و فسخ قرارداد با تهیه کننده آلمانی رسماً مدیر بیتلز شد. تو مدتی که بیتلز تو هامبورگ به سر می بردن، جریانی که خودشون و همقطاراشون توی مرزی سایت شروع کرده بودن به کمک نشریه مرزی بیت تبدیل به جریان قوی ملی شده بود که نوجوانای سر تا سر بریتانیا رو تحت تأثیر قرار داده بود. ولی بیتلز برای بیتلز شدن هنوز یه چیزی کم داشت. اپستین تلاش کرده بود از یه شرکت نشر بزرگ برای بیتلز قرارداد بگیره، اما شرکت دکا به اپستین گفته بود گروه های گیتاری دارن از مد میافتن و بیتلز رو رد کرده بود، تا بالاخره شرکت EMI اونا رو تحت لیسانس یکی از شرکت های زیر مجموعش قبول کرد و به دست تهیه کننده تواناش جورج مارتین سپرد. توجه داشته باشید که به اصطلاح حرفه‌ای های تجارت موسیقی چقدر خنگن و نوک دماغشون هم نمیتونن ببینن. تهیه کننده های بازار ایران هزار بار از اینا بدترن. بگذاریم. مارتین تو اولین جلسه ضبط به اپستین شکایت کرده بود که درامر گروه یعنی پیت بست به درد کار نمیخوره و باید سشن پلیر بیارن. خود گروه هم که مدت‌ها بود تو فکر اخراج بست بودن از این قضیه استقبال کردن و درامر گروه روری استورم اند هریکنز از گروه جدا شد و به بیتلز پیوست تا آخرین عضو اصلی گروه یعنی رینگو استار هم به جمع بیتل‌ها اضافه بشه. حاصل اولین جلسه ضبط این گروه جدید آهنگ لوف می دو بود. اما مارتین کماکان از نتیجه کار راضی نبود و از یه سشن درامر به اسم اندی وایت برای جلسات بعدی استفاده کرد تا آهنگ های پلیز پلیز می، لوف می دو و پی اس آی لوف یو رو ضبط کنه که هر سه از جاودانه های بیتلز به حساب میاد. بیتلز با هر آهنگی که منتشر می‌کردن موفق‌تر می‌شدن. اجرای تلویزیونیشون تو بریتانیا 15 میلیون بیننده به دست آورد که حتی برای ویدیوهای یوتیوبی هم مثل رویا می‌مونه و باعث شد در روزنامه‌ها واژه بیتومینیا یا تب بیتل‌ها خلق بشه. بیتلز به عنوان اجرای فرعی با دو هنرمند آمریکایی یعنی تامی رو و کریس مونتز یه تور مشترک برگزار کردند، ولی به اتفاق نظر همه حضار بیتلها بودن که از نظر مخاطب اجرای اصلی به حساب می اومدن و این اولین بار در تاریخ بود که یه گروه بریتانیایی جلوی آمریکایی‌ها اینقدر قوی ظاهر می‌شدن. خلاصه بیتلز سر و صدایی تو بریتانیا به پا کردن که نظیرش از زمان یورش ورماخت شنیده نشده بود و شهرت و پول بود که به سر این پروژه میبارید و از اونجا که هر جا صف پول در آوردن باشه زنبیل اول مال عمو سامه، طولی نکشید که پای بیتلز به ینگ دنیا باز شد. شرکت کپیتال رکوردز که قبلا هم تو ویدیوهامون دربارش صحبت کردیم از زیر مجموعه های EMI. اولش قرار بر این بود که این کمپانی یه آهنگ از بیتلز منتشر کنه که نکرد و بعد قراردادش به شرکت ویجی واگذار شد و اونا هم تو پرداخت حق کپی رایت بامبول درآوردن و قرارداد به شرکت سوان رسید. زیاد وارد جزئیات نمیشم و یعنی میشه راجع به تاریخ بیتلز چندین ویدیو ساخت. در همین حد بس که بیتلز تو آمریکا درست منتشر نشده بود تا به دست اهلش برسه و تو قاره جدید موفقیتی پیدا نکرده بود.
نمیدونم چطوری باید تاکید کنم، تقریبا تمام آدمای دنیا درکشون نسبت به موزیک از تهیه کننده های حرفه‌ای موزیک بیشتره. اما با پخش آهنگ I Want To Hold Your Hand از رادیوی ملی، بیتلز تو آمریکا مثل بمب صدا کرد. ایستگاه‌های رادیویی شروع کردن به پخش آهنگای بیتلز و شرکت‌هایی که تا حالا از نشر آهنگای بیتلز فرار می‌کردن، شروع کردن به رقابت با همدیگه سر انتشار آهنگای بیتلز. من دیگه راجع به تهیه کننده ها هیچی نمیگم. ریاکشنشون رو به بیتلز ببینید. بعدن که به گروه هایی مثل کوین و به مایکل جکسن و امثال هم برسیم، بازم شاهکاراشون رو با هم میبینیم. اپیزودهای خیلی زیادی تو راهن، پس ما رو تو ادامه این مسیر تنها نذارین و حتما کانال گیتار ایران رو سابسکرایب کنین که ادامه این مسیر رو با هم بریم. فروش صفحه آهنگ I Want To Hold Your Hand خیلی سریع از مرز 1,000,000 گذشت و تب بیتلز به آمریکا هم سرایت کرد. با چنین مقدمه قدرتمندی، در 7 فوریه 1964 هواپیمای گروه فرودگاه هیثرو لندن رو به مقصد فرودگاه جان اف کندی نیویورک ترک کرد. گروه بیتلز با بدرقه 4,000 هوادار بریتانیایی سوار هواپیما شد و بعد از فرود در نیویورک با استقبال 3,000 هوادار آمریکایی روبرو شد. دو روز بعد این گروه در برنامه اد سالیون حاضر شد و به طور زنده در برابر چشم 73 میلیون مخاطب تلویزیونی یکی از تاریخی ترین اجراهای تاریخ صنعت سرگرمی رو ثبت کرد که تصاویرش رو تو اپیزود موزیک ویدیو با هم دیدیم و این اجرا به طور رسمی آغاز حرکتیه که بهش میگیم The British Invasion یا تهاجم بریتانیایی. تا حالا شده یه کتابی بخونین یا یه فیلمی ببینین یا یه بازی رو بازی کنین که وقتی تموم میشه دلتون نمیخواد ازش بیایید بیرون؟ میخواید دوباره همون حس غرق شدن تو اون دنیای مجازی رو تجربه کنید و از واقعیت روزمره زندگی بکنید برید جای دیگه؟ اینه که میرید سراغ یه کتاب دیگه، یه فیلم دیگه یا یه بازی دیگه تو همون سبک، ولی کمتر پیش میاد که این دفعه دوم به خوبی دفعه اول باشه. بریتیش اینویژن هم همین جوری شد. طرفدارای موسیقی تو بریتانیا و آمریکا که از طریق بیتلز با یه جنبش جدید آشنا شده بودن، اشتهایی بیش از حد توان تولید بیتلز داشتن و به طور طبیعی توجهشون به گروه‌های دیگه جلب شد. اینجوری بود که موج اول بریتیش اینویژن به طور رسمی شروع شد و گروه‌های بریتانیایی مثل The Pacemakers تو آمریکا و بریتانیا سر و صدای زیادی به پا کردن. اما بریتانیا هنوز مشتشو خالی نکرده بود. برخلاف مرزی ساید، لندن چندان جذب صدای اسکیفل نشده بود و کماکان داشت موزیک راکن رول و بلوز آمریکایی رو دنبال میکرد. وقتی بیتلز به اون موفقیت رسید، طبیعی بود که کاکنی ها هم سعی کنن همین مسیر رو دنبال کنن، اما با صدایی بسیار آمریکایی تر و خشن تر از اسکاوسرا. بهترین نمونه این پدیده هم گروه رولینگ ستونز بودن. ستونز تقریبا اونقدر آمریکایی صدا میدن که اگه نشناسیدشون فکر میکنین آمریکایی هن. نسبت به بیتلز بسیار بیپرواتر و خشنترن و هم تو ترانه ها و هم تو اجراشون جاذبه های جنسی بیشتر به چشم میخوره. استقبال از ستونز تو آمریکا شاید به شدت اون تب بیتومینیا نبود، اما بسیار ریشه دارتر و بادوامتر بود. وقتی بیتلز به نیویورک رفتن، مثل یه مهمون عزیز ازشون استقبال شد. اما رولینگ ستونز تو سفر به آمریکا انگار صاحب خونه هایی بودن که داشتن از سفر خارج برمیگشتن. اینه که محبوبیت و فروش ستونز تو آمریکا به مراتب بیش از بیتل ها دوام آورد. قضیه فقط به لندن و مرزی ساید هم محدود نمیشه و جوردی ها هم سعی کردن بیتلز خودشونو به بازار ارائه کنن و گروه دی انیملز از شهر سرد و مه گرفته نیوکاسل سر در آورد. انیملز حتی از رولینگ ستونز هم آمریکایی تره. اکثر ما این گروه رو با آهنگ جاودانه شون یعنی The House of the Rising Sun میشناسیم. There is a house in New Orleans. They call the rising sun. And it's been the ruin of که یه آهنگ فولک آمریکاییه. البته اصل آهنگ معلوم نیست مال کجاست، اما انیملز نسخه آمریکایی رو بازخونی کرده که یه آهنگ مرسوم بین کارگرای معدن بود. خلاصه تو اوایل دهه 60 بازار موسیقی بریتانیایی داغ داغ بود و گروهایی مثل The Yardbirds، The Zombies، The Who، The Hollies، The Kinks و غیره تو آمریکا و اروپا یکتازی می‌کردن. اما
بریتانیا و فرانسه یه نقش خیلی مهم تو جهان غرب دارن، اونم معرفی مردم و سنت‌های مشرق زمین به مردم غربه. این دو امپراتوری به واسطه مستعمرات شرقیشون دروازه‌ای برای ورود سنت‌ها و آداب شرق به غرب محسوب می‌شدن و یه جورایی جای خالی امپراتوری روم رو تو غرب پر می‌کردن، نقشی که آمریکا هنوز امکان ایفا کردنش رو نداشت. پیرو و همین سنت تو سال 1967 گروه بیتلز آلبوم سارجنت پپرز لونلی هارتس کلاب رو منتشر کردن، آلبومی که با تأثیرات شرقی واضحش فضای خیلی متفاوتی از موسیقی مینستریم زمونه خودش داشت. البته این نکته ناگفته نمونه، بیتلز بیشتر به خاطر محبوبیتشون سمبل حرکت‌های نو به حساب میان. خیلی از کارهایی که بیتلز انجام دادن توی محافل هنری و انتلکتی زمانه خودشون رواج داشت، اما این بیتلز بود که این حرکت‌ها رو به عموم مردم معرفی می‌کرد. خلاصه این حرکت جدیدم به شدت مورد استقبال عموم قرار گرفت و موج جدیدی از موزیکای راک با حال و هوای شرقی و رازآلود روونه بازار شد که امروز این مدل موزیکو به اسم سایکدلیک راک میشناسیم. تو این موج جدید گروه‌های دیگه‌ای مثل کریم و پینک فلوید و خیلی از گروه‌هایی که قبل‌تر ازشون اسم بردیم مثل رولینگ استونز و ده هو نقش داشتن. اما این سبک دیگه نمیشه مشخصا بریتانیایی دونست، چون پایتخت نهایی این ژانر سان فرانسیسکو بود و سبک سایک راک با حرکت سامر آف لاو هیپی ها، فستیوال وودستاک که حتما توی یه اپیزود جداگانه بهش میپردازیم و همچنین با آرتیستای آمریکایی مثل هندریکس، جفرسن ایرپلین، The Doors و سانتانا و غیره بسیار گره خورده. بازار موسیقی آمریکا تو این سالها یواش یواش از یه خواب کوتاه مدت پسا راکن رول بیدار شد و مجدداً شروع کرد به استقبال از سبک‌ها و موزیسین‌های جدید. بریتانیا دوباره دچار پیری زودرس شد و با اینکه آرتیست‌های تاثیرگذاری به بازار موسیقی ارائه می‌کرد، اما دیگه اون مرجعیت اوایل دهه 60 رو از دست داده بود. گروه بیتلز مهمترین محور بریتیش اینویژن بود. بیتلز باعث شد سانگ رایتینگ تجاری تو بریتانیا باب بشه، که در اثر این اتفاق هنرمندای بسیاری به بازار معرفی شدن و میشن. شاید اگر سانگ رایتینگ تو بریتانیا پا نمی گرفت، آرتیستایی مثل استینگ، ادل یا اد شیرن هرگز پیدا نمی شدن. اما همونطور که بارها تو این سری ویدیوها گفتیم، هر چیزی خوب یا بد یا تغییر میکنه یا از بین میره. بیتلز هم تو اواخر دهه 60 وضع جالبی نداشتن. اختلاف نظرها بین اعضای گروه به شدت زیاد بود و تأثیرات به شهرت رسیدن شدید و سریع به وضوح تو این گروه خودنمایی میکرد. هر کدوم از اعضای گروه به خاطر استعدادشون و به خاطر شهرتی که به واسطه بیتلز داشتن برای خودشون کسی شده بودن و آدمایی دورشون جمع شده بودن. آدمایی که بعضن نیت خیری نسبت به گروه نداشتن و باعث شدت گرفتن اختلافا بین اعضای بیتلز می شدن. معروف ترین این آدم ها هم بیشک یوکو اونو، همسر دوم لننه، که یکی از مؤثرترین آدم ها تو از هم پاشیدن گروه بیتلز به حساب میاد. در اثر اختلافات متعدد اول لنن و بعد مکارتنی از بیتلز جدا شدند و گروه از هم پاشید و نهایتاً در روز 8 دسامبر 1980 یک طرفدار افراطی گروه به اسم مارک دیوید چپمن با شلیک 5 گلوله که 4 تاش به هدف نشست جان لنن رو به قتل رسوند و پرونده بازگشت گروه بیتلز برای همیشه بسته شد. حرکتی که به کمک قهرمانان طبقه کارگر لیورپول شکل گرفته بود، امروز به یه جریان مؤثر تو تاریخ موسیقی تبدیل شده بود. چه با لنن و چه بی لنن، بازخوانی نوجوانهای بریتانیایی از موسیقی سیاهان آمریکایی به قدری زیبا و مؤثر از آب در اومد که حتی خود آمریکایی‌ها هم ازش مثل یه سبک جدید استقبال کردند. البته ناگفته نماند، بریتیش اینویژن یه حرکت به شدت سفیدپوستیه. تو همین دوران، یعنی اوایل دهه 60، جامعه سیاهان آمریکا درگیر سبکای دیگه‌ای بودن و بیتلمنیا تقریباً هیچ گونه نفوذی تو چیتلن سیرکت نداشت.
اما به هر حال این حرکت بخش انکار نشدنی از تاریخ موسیقی امروزیه که بدون عبور از اون نمیتونستیم به مقصد بعدیمون یعنی پاپ اولیه برسیم. امیدوارم تماشای این ویدیو براتون مفید یا سرگرم کننده بوده باشه، که اگر اینطور بوده ممنون میشم با لایک کردن این ویدیو و اشتراک گذاریش با دوستاتون به دیده شدن بیشترش کمک کنید، و امیدوارم تو اپیزودهای بعدی بتونم بهتر از همیشه کنار شما باشم. زودی میبینمتون. دم شما گرم. تا ویدیو بعد.